در این ویدیو به موضوعی پرداختیم که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مورد توجه و انتقاد بسیاری از کاربرای شبکه‌های اجتماعی در ایران قرار گرفت، چون ارتباط مستقیمی با موضوع فیلترینگ و محدودیت دسترسی مردم ایران به پلتفرم‌های بین‌المللی داره. چه بسا همین محدودیت باعث شده بسیاری از شما عزیزان نتونین به راحتی با بستگانتون ارتباط برقرار کنید، چون پلتفرم‌هایی مثل واتساپ، تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتره. این گزارش مربوط به تصویب طرح راه‌اندازی سرویس سیمکارت گردشگری برای گردشگرای خارجیه که با اومدن به ایران مشکل دسترسی به اینترنت آزاد باعث میشه نتونن به راحتی با خارج از کشور ارتباط برقرار کنن. اما این کار علارغم حل کردن مشکل گردشگرا و یا ایرانیای مقیم خارج که برای سفر به ایران میان، مصداق بارز حق‌کشی در مورد شهروندایی که مدت هاست برای دسترسی به اینترنت جهانی ناچار به استفاده از VPN و فیلتر شکنن. از طرفی حرف‌های ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در این مورد بیشتر به حواشی این ماجرا دامن زده. بنابراین برای دیدن این گزارش تا انتها همراه ما باشید. وزیر ارتباطات حکومت ایران اسفند ماه سال گذشته پیشنهاد ارائه سیمکارت های گردشگری به خارجی ها رو مطرح کرد. اما حدود یک هفته بعد از اینکه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از موافقت دستگاه های حکومتی با ارائه سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگرای خارجی خبر داد، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد که چیزی به اسم سیمکارت گردشگری وجود خارجی نداره. وزیر ارتباطات در جمع خبرنگارا گفت گردشگرا میتونن از طریق رومینگ اینترنت با قوانین فیلترینگ کشور خودشونو در ایران فعال کنن. در حالی که عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی قبل از این گفته بود فیلترینگ یکی از دلایل کاهش سفر گردشگرای خارجی به ایرانه. اما زارعپور گفت از نظر ما گردشگرای خارجی مشکلی ندارن و هر کس وارد ایران میشه میتونه از سیستم رومینگ استفاده کنه. عیسی زارعپور در حالی وجود خارجی سیمکارت گردشگری رو انکار کرد که قبلا خودش پیشنهاد دادن سیمکارت های بدون فیلتر به گردشگرا رو مطرح کرده بود. از بود وزارت ارتباطات توضیح بدید. از نظر ما تو وزارت ارتباطات ببینید ما هر کسی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران بشه ما الان اپراتورامون با بیش از اپراتور 256 اپراتور از طریق 40 کشور قرارداد رومینگ داره. یعنی هر کسی وارد میشه میتونه اینترنت خودش رو کشور خودش رو اینجا فعال بکنه با همون کیفیت دسترسی داره. هر محدودیتی که اونجا وجود داره اینجا براش هست، هر عدم محدودیتی هم هست اینجا هست، همون اینترنتی که تا تجربه کار بری شده هم اینجا هست. دکتر چون فیلمی منتشر شده در فضای مجازی که یک سیم کارت گردشگری مجازی نداریم، چنین چیزی ما نداریم. ما چیزی به اسم سیم کارت گردشگری تا این لحظه که خدمت شما هستیم وجود خارجی نداره. بله عرض کردم که چیزی به اسم و مشکلی هم گردشگران از نظر ما در وزارت ارتباطات برای این موضوع ندارن. الان هم داریم اینو پیگیری میکنیم و هر کسی که وارد میشه میتونه از به حال ظرفیت رومینگ استفاده بکنه و مشکلش برطرف بشه. اصلا مشکلی وجود نداره از نظر ما. اما اگر هم مشکلی باشه باید براش تدبیر کرد. اگه کشوری باشه تو لیست رومینگ نیست داریم در واقع دنبال میکنیم. تشکر میکنم. بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته، جمهوری اسلامی فیلترینگ گسترده را به اجرا گذاشت و ظرف مدت کوتاهی دسترسی مردم داخل ایران به پلتفرم‌های پرکاربرد را قطع کرد. از طرفی بعضی از کشورها با صدور هشدار به شهروندانشون توصیه کردند از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. مقامات دولت رئیسی هم در توجیه کاهش سفر گردشگرا به ایران موضوع اینترنت رو که خودشون مسدود کردن پیش کشیدن و مدعی شدن گردشگرا به دلیل فیلترینگ و عدم دسترسی راحت به اینترنت به ایران سفر نمی کنن. عیسی زارعپور اوایل اسفند از طراحی سیمکارت های مخصوص برای گردشگرای خارجی به منظور استفاده بهتر اونا از فضای مجازی خبر داد. این خبر واکنش های زیادی در پی داشت و خیلی از کاربرا در رسانه های اجتماعی اونا نقض آشکار حقوق شهروندای ایران دونستن. بعضی ها این نکته را یادآوری کردند که گردشگرای خارجی به دلیل فقدان امنیت و نگرانی از دستگیری به ایران سفر نمی کنن.
وزارت ارتباطات هم در اطلاعیه‌ای که نشونه‌هایی از عقب نشینی در اون وجود داشت، اعلام کرد که ارائه سیم کارت‌های گردشگری صرفاً در حد پیشنهاد بوده. در این اطلاعیه با طرح این ادعای دروغ که میزان نصب و استفاده کاربرای ایرانی از پیام‌رسان‌های داخلی در حال گسترشه، عنوان شد که برای گردشگرای خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنن و دایره ارتباطات اونا با هموطنانشون در پلتفرم‌هایی که طبق مقررات داخلی ما فیلتر شدن، درخواست‌هایی مطرح شده که سیم کارت‌های گردشگری زماندار اختصاص داده بشه که فیلتر نیستن و بعد از خروج گردشگر اون سیم کارت منقضی میشه. چند روز بعد از صدور این اطلاعیه، عزت‌الله زرقامی در پاسخ به این سوال که چرا گردشگرای خارجی از سفر به ایران خودداری می‌کنند گفت: دسترسی به اینترنت و سایت‌های بین‌المللی مثل نون شب و هوا برای گردشگرای خارجی لازمه و نمی‌تونیم به اونا بگیم از بله و ایتا استفاده کنن. زرقامی در حمایت از زارعپور که به دلیل پیشنهاد سیم کارت گردشگری هدف انتقاد شدید قرار گرفته بود گفت: این پیشنهاد ما بود و پیگیر هم هستیم. پس از من باید انتقاد بشه. همینطور بدون اشاره به این که مردم ایران از حقوق بدیهی برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات محروم شدن، این نکته رو هم اضافه کرد که نمیشه گردشگر خارجی به ایران بیاد و ارتباطش با دنیا قطع بشه. اما از همه مهمتر، ویدیویی از زرقامی پخش شد که گفته بود کاربرد سیم کارت گردشگری برای خارجی ها اینه که اگه دستگیر شدن بتونن به خانواده هاشون خبر بدن. وزیر محترم ارتباطات به خاطر سیم کارتایی که باید به گردشگران خارجی میدن خیلی مورد حمله قرار گرفت. درسته، شما هم تعقیب میکردید دیگه. من خواستم بگم تقصیر ایشون نیست، تقصیر منه. اگر قرار بود که با کسی برخورد بشه و انتقاد بشه، از من باید انتقاد بشه. پیشنهاد ما بود و پیگیرش هم هستیم. گردشگرای خارجی باید حداقل خدمات و سرویس ها به اونا داده بشه. بعضی دوستان ما می نشینن و تحلیل می کنن که چرا گردشگر خارجی نمیاد در کشور یا چرا تعدادشون کمه. خب دلایلی داره، ما نظام مسائل اینها رو درآوردیم، دونه دونه داریم حل می کنیم. یکی از مهمترین نیازهاشون وقتی وارد کشور ما میشن اینترنت و سکوهای خارجی و بین المللی مثل نون شب، مثل آب، مثل نون، مثل هوا برای اینا لازمه. نمیشه که گردشگر خارجی بیاد اینجا ارتباطش با دنیا قطع بشه. نمیتونیم بهش بگیم بیا از بله و ایتا استفاده کن. اون میخواد از تهران با پاریس تماس باشه. اگرم یه مشکلی براشون پیش میاد، یه دفعه دو نفر از اینا رو میگیرن به عنوان جاسوس که بعضی موقع من تا نیمه های شب پیگیری میکنم که اون مشکل رو حل کنم. خب اگر دوتا پیر زن و پیر مرد میان اینجا نگران اینم هستن که دستگیر بشن یا اتفاقی براشون بیفته و اینا نمیتونن به خانوادشون هم حتی خبر بدن، خب با چه در واقع انگیزه‌ای باید بیان؟ لذا من از آقای وزیر خواستم که برای گردشگرهای خارجی امکانی فراهم کنه که اونها بتونن با استفاده از سیم کارت‌های ویژه و استفاده از سکوهای بین‌المللی بتونن نیازشون رو مرتفع کنن، به امید اینکه انشالله تولیدات داخلی ما، سکوهای داخلی ما هم چنین جایگاهی پیدا کنه و در سطح جهانی فعال باشه. این حرف در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی پیدا کرد و خیلی‌ها این حرفای شرم‌آور و اعتراف آشکار حکومتی‌ها به گروگانگیری شهروندای غربی دونستن. از طرفی وزیر میراث فرهنگی اوایل خرداد خبر داد که طرح سیم کارت گردشگری تا حدود زیادی تصویب شده و مدعی شد که درباره این موضوع رضایت عمومی وجود داره. البته در جمهوری اسلامی تنها چیزی که مورد توجه مسئولین نیست رضایت عمومی شهروندای ایرانه و همیشه منظورشون از رضایت عمومی رضایت شخص رهبره. اما به رغم این ادعا، ارائه سیم کارت گردشگری بدون فیلتر به خارجی ها، اونم در شرایطی که مسدود و محدود کردن دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی خسارت های مالی و روانی زیادی برای مردم ایران در پی داشته، موجی از اعتراض به پا کرد و بعضی کار برای شبکه‌های اجتماعی اونو مصداق بارز تبعیض و کاپیتولاسیون دونستن. در نهایت علی اصغر شالبافان معاون وزیر گردشگری اخیراً اعلام کرد که سیم کارت‌های گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده و طبق درخواست این وزارتخونه فعالین گردشگری و گردشگرای خارجی در اولویت این طرح قرار دارند.
به گفته ی این مقام دولتی، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنماها و لیدرهای گردشگری هم میتونن از سیم کارت‌های گردشگری استفاده کنن. برای ما واضحه اینه که جمهوری اسلامی به سمت یک اقتدارگرایی دیجیتال در حرکت، به اون شکلی که در فضای حقیقی هم در واقع سال‌هاست دنبال می‌کرده و راه‌های جدیدتری که برای و ابزارهای جدیدتری که برای این کار داره، خب جدای از فیلترینگ هوشمندتر در واقع ایجاد شبکه ملی اطلاعاته و این شبکه به این شکل عمل میکنه که با در واقع اختصاص پهنای باند خارجی کمتر و پهنای باند داخلی بیشتر، عرصه رو برای وبگردی و در واقع اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای کاربران تنگ میکنه و حتی در واقع یک جورهای استفاده از فیلتر شکن‌ها رو هم برای اونها بلا استفاده میکنه و سخت میکنه و در این حال در واقع قوانینی هم پیش میبرند. در بهمن ماه گذشته ما قانون مقابله با شایعه سازان رو داشتیم که یک جورای جرم‌انگاری فعالیت در فضای مجازی محسوب میشه و هر گونه اقدامی رو در فضای مجازی و هر گونه اظهار نظری رو قبل از اظهار نظرهای رسمی در واقع جرم‌انگاری میکنه و در واقع از تمام توانش داره استفاده میکنه که اون در واقع فضای مجازی رو یک جورایی ضمیمه قلمروی اخلاقی خودش بکنه جمهوری اسلامی. اساس هدف برقراری این شبکه ملی اطلاعات که اینها به جای اینترنت از این لفظ استفاده میکنن و این هدفمند هستش، در واقع برنامه همینه. در واقع یکی از فازهای برقراری شبکه ملی اطلاعات اینترنت طبقاتیه که در اون اعطای حق دسترسی به اینترنت جهانی به افرادیه که در واقع صلاحیتشون توسط جمهوری اسلامی تایید میشه و حالا اسمی روی این میذارن، از اینترنت ویژه، از در واقع اینترنت طبقاتی که خب کارشناسان این اسم رو گذاشتن و فیلترینگ غیر همسان، اسمش تفاوتی نمیکنه. اتفاقی که در عمل میفته اینه که با بستن دسترسی عمومی، اینها میان وی پی ان های قانونی رو به کسانی که مد نظر خودشون است، که میتونه حالا خانواده باشه، میتونه اساتید دانشگاه باشن، میتونه حتی ورزشکار یا هر چیز دیگه ای باشه، اون وقت به اونا اعطا بکنن که به صورت کنترل شده و تحت نظارت بتونن به اینترنت جهانی متصل باشن. اما وزیر ارتباطات کلن وجود خارجی این سیم کارت ها رو انکار کرد. چیزی که مشخصه حکومت قصد داره این طرحو بی سر و صدا اجرا کنه و مثل بقیه موارد تنها چیزی که اهمیت نداره نارضایتی 85 میلیون ایرانیه که برای وصل شدن به پلتفرم‌های بین‌المللی دنیا مجبورن از شرکت‌های امثال پسر انسی خزعلی یعنی معاون ابراهیم رئیسی فیلتر شکن بخرن و روزی 100 بار نثار مسببین این شرایط لعنت بفرستن. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرتون رو در کامنت بنویسید و ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید تا در این چرخه اطلاع رسانی سهیم باشید.